بچه‌ها، امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه. من اومدم دوباره با یه ویدیو خیلی مفید دیگه برای بچه‌هایی که میخوان مهاجرت بکنن ولی ایران تحصیل کردن، یعنی نمیخوان تحصیلی بیان این ور، دوباره میخوان از طریق اقامت دائم بیان استرالیا. خب یکی از کارهایی که شما لازمه برای گرفتن اقامت دائمتون انجام بدید از طریق ویزای حالا 189-190 یا هر کدوم حساب کلاسایش که مربوط به کار میشه و گرفتن اقامت دائم بخواید وارد بشید، باید که مدرکتون رو ارزیابی بکنید، یعنی یک اداره ترد پارتیش، یک اداره سومی توی استرالیا که اداره مهاجرت قبولش داره میاد و مدرک تحصیلی و سابقه کاری شما رو ارزیابی میکنه و میگه که بله شما مثلا میتونید برای رشته مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا و یا هر چیز دیگه ای اقدام بکنید. حالا اینی که من دارم توضیح میدم براتون Engineers Australia هستش، از اسمش معلومه بچه و بچه های مهندسی هست و بچه های مهندسی ازش استفاده میکنن. کاری که باید بکنید اینه که اول از همه گوگلش کنید، Engineers Australia، یک اکانتی بسازید که خب ساختن اکانت و اینا خیلی ساده است، دوباره توضیح نمیدم و اونجا اطلاعات زیادی براتون گذاشته. وبسایتش هست engineersaustralia.org.au. اونجا که وارد بشید متوجه میشید که باید شما سه تا پروژه بنویسید، سه تا گزارش در واقع بنویسید که بهش میگن CDR. CDR stands for what؟ یعنی مخفف چیه؟ Competency Demonstration Report. خب؟ یعنی شما توی این سه تا گزارشی که مینویسید باید نشون بدید که واقعا مثلا مهندس صنایع هستید، از علم مهندس صنایع دارید توی کارتون استفاده میکنید و این چیزها حالا توی تحصیلتون یاد گرفتید یا هر چیزی دارید انجامش میدید سر کارتون. پس از این طریق میتونن شما رو ارزیابی بکنن که بله شما دانشتون به اندازه کافی هست برای اینکه برای این رشته ارزیابی بشید و به عنوان مثلا یک مهندس صنایع وارد خاک استرالیا بشید و شروع کنید حالا کار کردن. با هم دیگه بریم یکی از CDR هایی که من خودم نوشته بودم بچه‌ها میخوام بهتون نشون بدم و بگم که چه نکاتی رو باید اونجا رعایت بکنید. میخوام بهتون بگم که اون خیلی پیچیده نیست برای یکی مثل من که سابقه کاری زیادی نداشتم ایران، خب، و اونقدی نمیتونستم مانور بدم. من از پایان نامم استفاده کردم، پس یک CDRی که نوشتم، کسایی که مثل من مثلا freshly graduate هستن، تازه فوق التحصیل شدن، میتونن این کار بکنن. یه CDR در مورد پایان نامشون بنویسن، خب یه CDR هم حالا دو تا CDR هم از سابقه کاریشون تو همون حالا 6 ماه یه سالی که کار کردن، یا حتی اگه خیلی اوضاع وخیمه میتونید یه پروژه دانشگاهی رو هم که انجام دادید اون هم بذارید و یه دونه فقط از سابقه کاریتون بذارید، همش رو میتونید انجام بدید. کاری که من کردم بچه ها این بود، یه دونه پایان نامه گذاشتم، یه دونه از سابقه کاری ایران هم گذاشتم و یه دونه هم از سابقه کاری استرالیا هم گذاشتم چون اینجا کار میکردم. خب بریم یکیشو با هم دیگه ببینیم. خب بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ خود CDRی که من نوشته بودم میخوام بهتون بگم که وقتی بنویسید Engineers Australia CDR Summary Statement Download، خب این فایل رو میتونید دانلود بکنید، این فایل Professional Engineer Summary Statement تو خود وبسایت Engineers Australia هستش و این رو باید پول بکنید همونطور که اینجا نوشته، خب، و با اون سه تا پروژه‌ای که می‌نویسید، سه تا CDRی که می‌نویسید تو اپلیکیشنتون به Engineers Australia آپلود بکنید. این خیلی مهمه بچه‌ها، چون اصلا این فاکتورهایی رو که باید تو اون ریپورت رعایت بکنید رو نوشته. حالا اینو که باز بکنید چیه؟ این بهتون یه تیبلی میده که بهتون میگه که آقا مثلا این فاکتور رو، این فاکتور اولیه یا competency element رو، خب شما چطوری اپلای کردی توی کارت، خب، و یا حالا توی همون پروژه، و باید اینجا توی این ستون بنویسید که
ستون سوم در واقع بنویسید که دقیقا تو هر پروژه یا هر سیدیاری که نوشتید خب کدوم پاراگراف این رو انجام دادید، این رو اپلای کردید یا انجام دادید توش. خب این المنت های مختلفی داره بچه ها، همطور که میبینید 8 صفحه است. خب پر کردن این خودش یادم خیلی زمان بر بود، ولی وقتی بشینید انجام بدید دیگه دستتون میاد دیگه. حالا این نالج اند اسکیل بیسدش هستش، همچنان میبینید پی ای وان نالج اند اسکیل بیس هست، بعد میاد انجینیرینگ اپلیکیشن ابیلیتی میشه، مثلا میشه اپلیکیشن آف استابلیشد انجینیرینگ میتدز تو کامپلکس انجینیرینگ پرابلم سالوینگ. مثلا یکی از انجینیرینگ میتد هایی که من توی یکی از پروژه‌ام به کار برده بودم مثلا کانتینیوس ایمپروومنت با روش کایزن بود، میتد کایزن بود. خب اونو اینجا نوشته بودم و اشاره کرده بودم به پاراگراف. حالا هش گشتم خود سامر استیتمنت هم پیدا نکردم، 6 سال گذشته بود، به زور یه سی دی آر پیدا کردم که فرستاده بودم برای یکی از بچه ها، از رو همون میخوام بهتون بگم. پارت بعدیش میشه professional and personal attributes، مثلا ethical conduct and professional accountability که برمیگرده به رفتارهای پروفشنالی که مثلا سر کار باید داشته باشی و اتیکال باشه و از اینجور داستانا، و effective oral and written communication in professional and lay domains. اینا چیزایی که باید تو هر کدوم از CDR ها رعایت بکنید و همین ستاس بچه ها. پس یکیش نالجه، یکیش هم انجینیرینگ متده و سومیش هم پروفیشنال اند پرسونال اتریبیوتس هستش. حالا بریم سراغ سی دی آر که من بهتون یکی از سی دی آر هایی که نوشتم رو نشون بدم. تو قسمت اینترودکشن میاید پوزیشنی که توش هستید رو می نویسید و می نویسید که اون پروژه که روش کار کردید چه پروژه‌ای بوده و اسم کمپانی رو و آدرس کمپانی رو میذارید. و خب تو استرالیا من کار کردم، یه ABN یا هم شماره کمپانی رو گذاشته بودم، ABN یا ACN میتونید بذارید و مشخص میکنید که از چه زمانی تا چه زمانی اونجا کار میکردید و یه توضیح خیلی خیلی مختصری هم در مورد اون کمپانی که کارش چی هست میزنید. بعد میاد تو قسمت بکگراند، میاد یه بکگراندی از پروژه رو میگید و یه چارت سازمانی هم ارائه میدید اینجا. بعد حالا میاد خود پروژه رو توضیح میدید که من از چه چیزهایی استفاده کردم. مثلا من پروژه که تعریف کرده بودم continuous improvement بود، خب که گفته بودم من از روش کایزن استفاده کرده بودم و PDCA رو اپلای کرده بودم و این یک engineering method حساب میشد. پس تو اون جدولی که قبلا بهتون نشون دادم به اینجا ریفر میدم، یعنی مثلا میزنم CE پاراگراف رو میزنم، مثلا پاراگراف 1, 2, 3 مثلا این میشه پاراگراف 3 دیگه. تو پاراگراف 3 و من engineering method رو استفاده کردم و توضیح دادم. خب بعد میاد روش با جزئیات بیشتر این پروژه رو توضیح میدید. بعدش یه پرسنال انجینیرینگ اکتیویتی اضافه بکنید که تا اونجا که میتونید اون آیتم هایی که تو اون جدول گذاشته شده رو تو این قسمت بنویسید، یعنی چیزایی که مربوط به هیومن ریسورسز میشود، چیزایی که مربوط به کانداکتینگ و نمیدونم بیهیویرال و از اینجور چیزا هم، چون همه این چیزا رو میتونید اینجا بذارید. کاری که خودتون مجبور بودید انجام بدید یا سرتیفیکیت هایی که باید میگرفتید تا ادابت بشید به اون پروژه و یا اون کمپانی، همه اونا رو میتونید اینجا بنویسید و منم نوشته بودم همونطور که میبینید تو این پاراگراف و اونجا هم ریفر دادم به این پاراگراف. و اینجا از ابزارهای مهندسی که استفاده کرده بودم یا سیستم هایی که استفاده کرده بودم نوشته بودم و توضیح داده بودم. خب اکسل و ورد که اصلا بیسیکشه بچه، از سیستم ERP که استفاده کرده بودم مثلا گفته بودم چه داتایی رو اکسترکت کردم و تو اکسل مثلا اون رو آنالایز کردم و حالا خروجی میگرفتم و گزارش ارائه میدادم و راهکار ارائه میدادم. پس
با توجه به اون جدول اگه سی دی یادتون رو بنویسید بچه‌ها به هیچ مشکلی بر نخواهید که به من اصلا هیچ چیزی نگفت و در جا هم به هم چیز رو دادن، ارزیابی مدرک رو دادن و گفتن ساکسسفول بوده و شما میتونید به عنوان مهندس صنایع پیش برید. و این قسمت هم اومدم ریزالت رو ارائه دادم که حالا چه ریزالتی از این پروژه گرفتم تو مدتی که داشتم انجامش میدادم. و حتما حتما سعی کنید که به صورت عددی هم بیارید، فقط به صورت کیفی نباشه، توضیحاتتون به صورت کمی هم باشه. این حتی بعدن بچه بعدن این سیدیال هایی که می نویسید حتی بعدن میتونه تو رزومه نوشتن بهتون کمک بکنه یا آمادتون بکنه برای مصاحبه های کاری که دارید. خب اینجا اومدم بیشتر توضیح دادم از فرمولایی که استفاده کردم، از متد هایی که استفاده کردم برای مثلا کنترل مدیریت موجودی و اینجا رو توضیح دادم. حالا هر کسی بسته به رشتهش فرمولای مربوط به رشته و پروژه که انجام دادن هم میذاره. و در آخر یک سامری می نویسید و یه مختصر توضیحی هم میدید. و من حالا اینجا گفته بودم که حتی من مثلا این پروژه آنگوینگ هستش و ادامه داره و من به این ادامه هم میدم. امیدوارم که این مفید بوده باشه براتون بچه ها و بتونید ازش استفاده بکنید. تا ویدیوی بعدی شما به خداوند بزرگ می سپارم.